یکی از آخوندهای نزدیک دربار مظفرالدین شاه که از قضا شاه اعتقاد ویژه‌ای بهش داشت. بعضی از تاریخ نویسا داستانه عجیبی درباره این روحانی مخصوص دربار مظفرالدین شاه نقل کردن که امکان تشخیص درستی یا نادرستی روایت ها به صورت قطعی وجود نداره. در واقع روایت ها احتمالاً یا از روی حسد ورزی نقل شدن و یا واقعاً این مرد مرموز یک روحانی نمای بسیار زیرک بود که تونست دل شاهو ببره و از جایگاه روحانیت برای خودش یه دکانی درست کنه و ثروت عظیمی رو به هم بزنه. بله، درست متوجه شدید. سید حسین بحرینی، روحانی کوتاه قد و چاقی که با چشمانی ریز و درخشان و چهره سبز متمایل به زرد به سرعت تونست به کمک ترس توهم آمیز و خرافی مظفرالدین شاه تو دستگاه حکومت جایی رو برای خودش پیدا کنه، تا جایی که به دیدن علمای بزرگ هم نمی رفت. به قدری نقره و طلا و اشیاء قدیمی از شاه بهش رسید که خونه اون تبدیل به مخزن جواهرات و اشیاء قدیمی شده بود. حتی مظفرالدین شاه روستای قدیمی نهاوند قزوین رو بهش بخشید که سالی 30,000 تومان منافع برای اون در پی داشت. تو این ویدیو قصد داریم سراغ بعضی از مهمترین روایت‌های عجیب آخوند مظفرالدین شاه قاجار یعنی سید بحرینی بریم. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما قبل از اون از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اینطور گفتن که هر موقع رگباری تو راه بود و آسمون تهران رد و برق می زد، شاه فوراً در انتهای پستوی اتاق مخصوص خودش که به هیچ جایی راهی نداشت مخفی می شد و دستور می داد سید حسین بحرینی و پسرهاشو پیشش بیارن. از ترس خودشو زیر عبای سید بحرینی پنهان می کرد و دست به دامنش می شد و مدام ذکر الله و لبیک می گفت و دستور نزورات و بخشش های فراوانی به رعیت ها صادر می کرد تا بلا را از سر خودش دور کنه. تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه تو خاطراتش اینطور نوشته: این برادر عزیز من از رعد و برق بسیار می ترسید و اعتقاد سفت و سختی به جن و پری داشت. در واقع تو مواقعی که هوا دگرگون می شد و رد و برق می زد، حتما باید سید بحرینی رو پیش برادرم می بردن و شروع به خوندن اسم اعظم و آیات مقدس می کرد تا به اصطلاح در مقابل بلاهای طبیعت از جان شاه محافظت کنه. به مناسبت همین خوشخدمتی بسیار مورد لطف و کرم شاه قرار گرفت و حقوق زیادی هم نصیبش شد. عین السلطنه هم ابعاد جالب و کمتر گفته شده و از ترس عجیب غریب مظفرالدین شاه و بهره‌مندی سید بحرینی از مرحمت‌های شاه بازگو کرده. مظفرالدین شاه خودش می گفت تو سفر اروپا هر وقت که راه آهن از تونل عبور می کرد، من دمر زیر نیمکت ها می افتادم و جلوی چشمم با دستمال و گوشم با انگوش می گرفتم تا قطار از سیاهی تونل رد بشه. تو همین فاصله کوتاه نصف عمر می شدم. وقتی قطار از پل رودخونم عبور می کرد همین وضعیت رو داشتم. یک بارم سفری با کشتی به انگلیس داشتم. چشمتون روز بعد نبینه. تمام تنم می لرزید. تو یکی از اتاقای کوچیک انقدر دمر روی زمین افتادم تا کشتی بالاخره به مقصد رسید. ماجرای ترس مظفرالدین شاه از رعد و برق انقدر تو بین مردم پیچیده بود که همه مردم متوجه این موضوع شده بودن و میگن بعد از اینکه مردم از این ترس شاه باخبر شده بودن، هر وقت تهران هوا میگرفت و رعد و برق میزد یا باد شدیدی میگرفت، تمام ساکنین شهر تهران به تنه به هم می گفتن که دوباره شانس به سید روی آورد و
پولی نصیبش میشه. یا بعضیا میگفتن حالا سید کلی مرحمتی از شاه میگیره. ای کاش ما یک ساعت جای سید بودیم. اتفاقا بر اساس خوش اقبالی سید تو مدت سلطنت شاه تو تهران رعد و برق‌های بسیار شدید و ترسناکی هم می اومد. تو خاطرات این سلطنه اطلاعات جالب دیگه ای هم از سید حسین بحرینی اومده. روحانی کوتاه قد و چاقی که با چشمانی ریز و چهره سبز و متمایل به زرد به سرعت تونست به کمک ترس توهم‌آمیز مظفرالدین شاه تو دستگاه حکومت برای خودش جایی رو پیدا کنه. سید اصالتاً بحرانی بود و من وقتی به شیراز رفتم این موضوع رو فهمیدم. این سید یک طلبه فقیری بود که از فقر به تهران اومده بود و بعدها از تهران به تبریز رفت. خودش رو بحرینی نامید و از اونجا که تو تهران غریبه بود نزدیکان ولیعهد شاه اونو مورد لطفشون قرار دادن و به خدمت ولیعهد بردن. اونجا روزخون دربار شد و کم کم ترقی کرد. اما بعد از به سلطنت رسیدن ولیعهد دیگه خودش برای شاه روزه نمیخوند و این کار به عهده پسرش که صدای بد و نابهنجاری هم داشت افتاد. خلاصه این که این سید از بابت این رعد و برق‌ها و ترس شاه از اعتبار و احترامی برخوردار شده بود تا جایی که دیگه به بازدید علمای بزرگ هم نمی رفت. به قدر طلا و انگشتر و نقره و پول از شاه بهش رسیده بود که خونش تبدیل به مخزن جواهرات و اشیاء قدیمی شده بود. حتی شاه روستای قدیمی نهاوند قزوینم به سید بخشید که سالی 30,000 تومان منافع براش در پی داشت. این سید حتی میرزا ابوالقاسم خان مباشر حاکم قزوین رو هم به نوکری خودش حساب نمی کرد. حتی شاه به علاقه خونه مرحوم حاج حسین خان رو تو دروازه دوشان تپه برای سید محبوبش خریداری کرد. مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. ممنون میشیم لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. و اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت کانالمون حمایت کنید. تا ویدیو آینده خدا نگهدار.